سلام عرض میشه خدمت دوستان عزیز. سومین جلسه از توضیح مولادهارا چاکرا رو آغاز میکنیم. در این جلسه یک مقدار نگاهی که میخوام بکنم به داستان، نگاهی هستش معاصرتر. البته معاصرتر که میگم برمیگرده به آدی شانکار که یک فیلسوف هندی بود که سعی کرد از اون نگاه ارتودکسی که در واقع داشتند اون برهمنهای هند کمی دوری بکنه و کمی خردمندانه تر به ماجرا نگاه بکنه. بهترین منبع برای اینکه شما بتونید اطلاعات خوبی رو کسب بکنید کتاب معرفی مکاتب هند هست. این کتاب میتونید تهیه بکنید. این کتاب نوشته ساتیش چاندرا چترجی هستش و ترجمه دکتر فرناز نازرزاده کرمانی که مکاتب فلسفی هند رو درش توضیح میده. بسیار کتاب زیباییه. از نقطه نظر فلسفی ما نگاه میکنیم به ماجرا، نه از نقطه نظر باورهای مردم. گفتیم مردم هند باور دارن واقعا ایندرا وجود داره، واقعا گانش هست. نگاه دیگه اینه که اینا اصلا مظهرن و در واقع فیچرها و ویژگیهای اینا مهمه که درونمون به عنوان سمبل اونها رو جستجو بکنیم. اما نگاه شانکار، آدی شانکار و مکاتب فلسفی چنین چیزی نیست. کتاب دیگه‌ای هم که میتونه شما رو خیلی کمک بکنه کتاب تاریخ هند هست، مال رومیلا تاپار. دو جلد هستش این کتاب. History of India Volume 1 Volume 2 میتونی اینها رو بررسی کن. خب امروز میخوام نگاهی بکنیم به مولادهارا چاکرا با نگاه جدیدتر، نگاهی که به آدی شانکار نزدیکتره و روزه بیشتر از اون استفاده میشه. خدمت شما عرض شود که اگر ما اون چهار گلبرگ رو تصور بکنیم در مولادهارا چاکرا، اون چهار گلبرگ رو تصور بکنیم، این چهار گلبرگ در بالای این پادما یا گلبرگ کاما قرار داره. کاما به معنای شهوت هست یا زیاده خواهی. سپس همونجور که در عکس میبینید آرتا که اصلش هست خرد یا آگاهی. در پایین این همونجور که در تصویر میبینید دارما وجود داره و بعد هم مکشا. خب این تصویر رو دیدید، حالا من اینها رو برای شما توضیح میدم. این نگاه فلسفی و خلاصه تر شده ای است. دکمه های عاطفی در چاکرای مولادهارا چاکرا وجود داره که ما با برقرار کردن بلنس یا تعادل در این تمایلات یا تندنسی ها یا درایو ها، سوق ها، اشتیاقاتی که در اون ما هست، ما میتونیم مولادهارا چاکرا رو به تعادل برسونیم، داغش بکنیم، گرمش بکنیم و کندالینی رو بیدار بکنیم و حرکتش بدیم به سمت چاکراهای بالاتر. میدونید که مولادهارا چاکرا در واقع پایه یا ابتدای سوشومنا نادی قرار داره. نادی ها رو هم درس دادیم قبلا، حتما نادی ها چی هستن؟ ایدا، پینگلا، سوشومنا و هم با محصول. از کاما شروع میکنیم. کاما اولین فیچر یا اولین ویژگی هستش که در مولادهارا چاکرا وجود داره. کاما یعنی شهوت. اما شهوت همیشه معنای بد نیست. ما میتونیم از شهوت استفاده درست هم بکنیم. مثلا یه نفر حالا معنای بده، شهوت کلامی داره. فقط حرف میزنه. گوش نمیکنه. بعضیا فقط یه طرفه دوست دارن صحبت کنن. وقتی هم تو صحبت میکنی، دارن فکر میکنن که حرف بعدیشون چیه. خب این شهوت کلام داره. یکی از شهوت دانش داره، بیش از حد دیگه خودش قاطی اینجور ماجرا میکنه و عمل نمیکنه. خلاصه مسئله که زیاده خواهی یعنی کاما. و حالا شاید برای کاما باز بریم توی روستاهایی در هند یا در واقع دهاتی در هند ببینیم برای کاما هم یک سمبولی هستش که 100% یک خدایگانی هم درست شده. اما این نباید ما اینجوری فکر بکنیم که اینها اینقدر احمق هستن دور از اون که بیان این شکل ها رو باور بکنن. میدونن اونایی که اهل خرد هستن، من به بقیه اخشار ارتودکسی که حالا پافشاری میکنن به خیلی از چیزا که در تمام باورها وجود دارن کاری ندارم، ولی اونایی که به دانش و خرد رسیدن میدونن که این کاما میتونه در واقع مثلا یک سمبول هم تصور بشه، مثلا یک خدا کاما. پس ما با کنترل کاما در مولادهارا چاکرا، با ایجاد باندها، با تمرکز روی یانتراها، با ایجاد تانتراها میتونیم در واقع این کاما رو به تعادل برسونیم در مولادهارا چاکرا یا
یا چاکرای خاجی و ریشه ای. بعدش آرتا. آرتا ها یادگیری میل به یادگیری، تندنسی یعنی تمایل به زبان انگلیسی، درایو کشش، اشتیاق، شوق به یادگیری. این شوق به یادگیری هم آرتا هستش که ما میتونیم به بلنس و تعادل برسونیم. بعد از اون دارما. دارما یه کلمه هستش که دارما کلمه هستش که معانی بسیار مختلفی داره. از اونجایی که در آبی دارمای بودیسم هم شما وقتی نگاه بکنید شاید برای دارما بالغ بر 100 معنای مختلف وجود داشته باشه، اما اینجا دارما این معنا رو نمیده. اینجا دارما شاید به معنای هدف زندگی باشه یا تمایلی که ما رو به هدف زندگی میرسونه. یکی از معانی دیگه دارما پدیده هم هستش، یکی از معانی دیگه دارما تمرینات هستش، یکی از معانی دیگه دارما حتی آگاهی هستش. خیلی از در واقع معانی داره، اما اینجا وقتی ما تو مولاد آهارا چاکرا در یوگا صحبت میکنیم در مورد دارما، داریم در مورد اون تمایلاتی صحبت میکنیم که در ما وجود داره. مثلا در حیوانات تمایل، شما یه گاو رو اگه ولش بکنی میخوره، فقط در حال خوردنه و چریدنه. یه گوسفند اگه ولش کنی شاید اینقدر بخوره که شکمش بترکه، باید ببریش از چراگاه بیرون. این باید بخوابه. یه گربه یه پرشنکت تو خونه اگه داشته باشیم میبینی روز 12 ساعت میخوابه، 13 ساعت میخوابه، میخوره میخوابه، دستشویی میره خور و خواب و خشم و شهوت، اینا همه هست درش. دارمای اون اینه. اما دارمای انسان آیا اینه؟ ما در مولادهارا چاکرا اینو متوجه میشیم که نه، دارمای انسان بالاتره. دارمای انسان گسترش ذهنه. اون دنبال اینه که بره تو چراگاه بگرده، علفای بیشتری رو بخوره، چراگاه خودش رو گسترش بده. ما دنبال این باید باشیم که اکسپنشن یعنی گسترش دادن آگاهی. ما دنبال گسترش ذهن هستیم، ذهنمون رو میخواییم گسترش بدیم. و در مورد ذهن هم ایشان صحبت خواهیم کرد. ذهن در زبان هندی ما چندین نوع ذهن داریم. ما در مورد مناس صحبت میکنیم، آن ذهنی که بیشتر جنبه آگاهی داره و ما رو به بودی شوتی یا آگاهی میرسونه. پس دارمای ما تنظیم میشه. پس اینا مولادهارا چاکرا رو روش تمرکز میکنیم، دارمامون هم تنظیم میشه. پس کاما تنظیم میشه، آرتا تنظیم میشه و دارما تنظیم میشه. و اما بخش بعد موکشا. موکشا در واقع اون رهایی و اون لذت و اون نشه و اون خلصگیه که ما به دست میاریم. یک تمایل روحانی، spiritual tendency، ترجمه که میشه از واژه از موکشا یا موکسا یا موکشا که وارد واژگان تبت هم شده و اونها هم استفاده میکنه. این وحدت با خدا، وحدت در واقع فنافلای که ما داریم خودمون در صوفیگریمون، همون فنافلا شاید باشه. شاید با رقص پندوا، رقص شیوا، یک رقصی هستش که توی اون رقص یا سمایی که میکنیم، یا اون رقص لیلا که مال کریشنا هستش که شما دنیا رو بازیچه میگیری و میرقصی، یا رقص سرخپوستا، رقص شمنها، رقص زار خودمون، با اون رقص ما با وحدت میرسیم. وقتی که داریم اون رقص رو انجام میدیم داریم به اون وحدت و به اون موکشا میرسیم. این موکشا میتونه حتی این آساناها و این حرکات میتونه حتی روی مولادهارا چاکرای ما تاثیر بذاره و مولادهارا چاکرا رو تقویت بکنه و تحریک بکنه که این ماری که سپیچ و نیم دوره این در واقع سویم بورات یا دوره این لینگام پیچیده رو بیدارش بکنه و به سمت بالا ببرنش. حالا شاید سطح پایین‌تره در واقع موکشا یک نوعی وحدت با معشوق باشه. رقص حیوانات با هم دیگه، پرنده ها، وحدت این دوتا با هم دیگه. از این وحدت به یک خلصه میرسیم. از این یکی شدنه، از این یونیتی، از این وحدتی که ایجاد میشه بین ما و این شعوری که در کیهان هستش، ما به یک موکشا و به یک رهایی میرسیم، به یک آزادی میرسیم. پس چهار میل عاطفی یا چهار تندنسی رو ما میتونیم در مولادهارا چاکرا جستجو بکنیم و میتونیم اونها رو بیدار کنیم. خاطرتون باشه یه کارتونی رو من گذاشتم در مورد چهار یوگی که انواع و اقسام یوگا رو توش توضیح میدیم. کارما یوگا که کار در واقع جسمانی بودش و در واقع راجا یوگا، باکتی یوگا، و الان من بحثم بحث نانا یوگا است که خیلی ها اشتباه هم جنانا یوگا میگن. تلفظ درستش نانا یوگا هستش، یا اگه جه هم باشه خیلی نانا یوگا در نه حل میشه.
نارایوگا فلسفه است. ما با تفکر هم میتونیم حتی مولادهارا چاکرای خودمون رو فعال بکنیم. حتما این انجام دادن بانده ها که حالا بعد توضیح میدیم بانده ها مولادهارا بانده ها یا آناتا بانده ها یا ویشوتی بانده ها اینا رو حتما نیاز نیستش که ما انجام بدیم 100% فقط اینا باشه. ما با نانایوگا یعنی با اندیشه و تفکر و با کنترل هم میتونیم مولادهارا چاکرا رو فعالش کنیم. یه نگاه فلسفی‌تر و جدیدتر بود برای شما. انشالله در جلسه بعد ما میریم سراغ چاکرای بعدی و بعد از اینکه چاکرا رو تموم کردیم حتما در مورد اینکه یک برنامه‌ای رو داشته باشیم با هم دیگه که تمرین رو آغاز بکنیم و بتونیم این در واقع کندلینی رو در خودمون فعالش بکنیم اون تمرین هم خواهیم داشت. سام سرابی هستم، روانشناس، فراروانشناس و محقق در علوم عرفانی، علاقه‌مند عرفان شرق دور و آگاهی. شما رو به یزدان پاک میسپارم، همتون رو دوست دارم، برکت باشه برای همتون. قربون شما.